چند درصد از مردم میدونن لیلی و مجنون؟ نمیدونم شیرین و فرهاد، نمیدونم خسرو و نونج، فرهاد کوکن، بهرام گور. آقا چند درصد؟ آره نمیدونم، همینا جای باهاش بود. چند درصد مردم میدونن که اینا واقعا داستان پشتش چی بوده؟ افسانه ان واقعیت چی بوده داستان در واقع؟ بریم ببینیم. خب بچه توی این مسابقه که ما امروز داریم قراره که یک سری داستان‌های کوتاه رو به ما داده بشه که قبلا برامون آماده کردن. ما اون داستان کوتاه رو می‌خونیم و 4 گزینه داره. خب که ما یا مثلا یکیشو نوشتم شیرین و فرهاد، یکیشو نوشتم مثلا لیلی و مجنون. بابا حدس بزنیم که این خلاصه داستان کوتاه مربوط به کدوم یکی از این 4 گزینه است. آره و بعد درستشو حالا می‌بینیم که چی بود. ببین اولیش یه دختر فرنگی بوده که به خاطر دسیسه گرفتار دیو میشه، به خاطر دسیسه های مردم و اطرافیان و اینا گرفتار دیو آره. میشه دیو دلمر بوده. الان اگه بگی دیو نجاتش بوده دیگه من خدا میکشم دیو پسر میشه و پسره اون رو نجات میده و وقتی این رو نجات میده دیگه چی میشه؟ با هم دیگه اوکی میشن. داستانش چی بوده مثل اینکه آره. منطقی. آره خب اولی سلیم و میترا، اورنگ و گلچهر هانی و گلچهره هی نداره که گلچهر تو اشته چهره گل چهره کسی که نمیشه تو نمیشه گل چهره بچه ها این چهره رو نمیتونی بخونی میگه بابا میگم ها گل چهره نگار چهره چهره رو بخونی چهره آقا این چهره اینجا چه نمیشه بابا گل چهره چهره ای حجه میخوره بالاش اینجا ننشی ولی حجه میخوره بالاش گل چهره گل چه هانی و شیخ مرید خواه امیر ارسلان و فرخ لقا لقا لق لق لقو ها بزن بگم کدومش به نظر آقا اختی داره میگه دختر فرنگی بوده اسم چی بگم اسم 4 تا آدم که اصلا من نمیشستم من بگم چی بوده بعد بشنستی خب من اینا اصلا من خود داستان الان منم نمیدونم خب ولی میدونم اگه تمام چیز میتونم بفهمم دختر فرنگی یعنی چیه خارجی اسمش باید خارجی باشه آفرین میترا تو میشه بگی خارجی گلچهره که 100% ایرانی هانی باز خارجی فرخلقام که باز احتمالا ایرانی پس ایران. یا هانی یا هانیه باز میترا هم اسم ایرانی آره من میگم هانی و شیخ مرید من میگم میترا آخه میترا اسم ایرانی عزیزم ها میترا ایرانی ولی هانی و شیخ مرید خب پس شد سریم گفتی چی هانی و شیخ مرید هانی و شیخ مرید به نظر من درسته بریم. ملک شاه رومی در جنگ با سلاطین متجاوز کشته میشه همسر باردارش فرار میکنه و با یه خواجه ازدواج میکنه بعد تا قبل از که بخواد ازدواج کنه از ملک شاه بچه داشته بچهش به دنیا میاد و اسمش میذاره امیر ارسلان آره میذاره اسم امیر امیر ارسلان میشه بعد سالها بعد وقتی امیر ارسلان میفهمه که پدرش ملک شاه بوده به روم لشکر میکشه تا تاج و تخت پدرش رو چی باز پس بگیره توی همین لشکرکشی عکس فرخ لقا دختر پترسخان فرنگی رو میبینه و یک دل نصد دل عاشق او میشود و جستجوی رستپار فرنگ میشود شاه فرنگ دو وزیر ماهر داشته که اینا میان یه دستیسه هایی میکنن که دختر رو میفرستن تو راه داده دیب و امیر ارسلان اول که نشنیده بودیم یعنی مثلا خیلی معروف نیست مثل شیرین و فرهاد و فلان و بیسا نبود دیگه بعدش من ارو اسم چه کجا حدس بزنم کجاییه مثلا یک فرخ لقاش مثلا مال کجا بود مال چه کشور بود فرنگ کجای فرنگ فرنگ اون گوشه های فرنگ خب بعدی دختر چینی بود چینی بوده من دوستان بعدا ایرانی علاقه داشتم برای خارجی ها رو بگیرم دختر چینی بوده بعد پسره دیوی به اسم افره رو میکشه نهنگ رو میکشه و در نهایه با کمک جنها به دختره میرسه فیلم هندی بود فیلم تخیلی بوده دختر چینی بوده پسره میاد دیوه رو میکشه نهنگ رو میکشه با کمک جنها تازه همون بحث دعا و تلسمه جن میگی یعنی رفت دعا و تلسمش که با کمک جنها بده بهرام و گلندام آزاده و بهرام گور ویس و رامین وفا و مه مور نمیدونم بهرام گلندام چی اصلا هیچ حدس ندارم بزنم درسته بهرام و گلندام بوده بهرام و گلندام منظومه عاشقانه اثر امینالدین محمد صافی سبزابابو خب بهرام شاه پی گلندام دختر شاه چین به آن سرزمین روانه می شود و جنهایی به نام سیفور
شماین، قمتار، قیتول میکشد را شکست میدهد و دیدی به نام افره را میکشد. در دریا از پس نهنگ برمیآید. وقتی به چین میرسد با رقیب عشقیش به نام بهزاد که شاهزاده بلغاری است. یعنی بهزاد من احساس میکنم اسمش ایرانی باشه. ای دقیقا میدون مثل چی میمونه. مثل نه هستم اینا سربازی میگن ها ما رفتیم سربازی اونجا فرمانده و کم زیادمون که یک خوابون نمیشید. ای دقیقا مثل هم رفته یه سفر برگشته داری میگه ها رفتم اونجا ای رو کشتم او رو کشتم فلان که ایدم مثل هم مرجم کچی چی پادشاه بلغار به کینخواهی مرد فردان و بله بهرام با کمک جن آقا خود هستم بهرام گلندان بوده که با کمک جن به منطقی. منطقی خیلی منطقی بود. یه دختره بهش داروی این نه این دینی فکرم رسیدیم به اون یوزارسیف ایرانی چون یکی داستان شبیه یوزارسیف ایرانی. خب دختره بهش داروی خواباور میده و بیهوشش میکنه میبردش به اتاق خودش. وقتی میفهمن میگن چکره پسر بدبخت خودستگیری میکنن بدبخت دختره رو هم بیرون میکنن میگن برو گم شو و در نهایت رستم یه از داستانهای شاهنامه بوده. در نهایت رستم میاد نجات میده پسره رو و به هم میرسن. خب اسمش عشقی نبوده پسر عاشقش نبوده قطعا دختره بعد عاشقش بوده. زار و رودابه، شیرین و خسرو، وامق و عزرا، بیژن و منیژه. چه بیژن و منیژه قصه والا چشم زال و رودابه را تو چیزای شاهنامه اسم شنیدم ولی نمیدونم زار و رودابه بیهوششم که بچه دختری بوده عجب شکه صافتی بوده ها نه بریم چی میده بیژن بیژن و منیژه بوده آمی من چه مسابقه چرت پرتی آقا من از کجا رو اسمی حد بچه من از کجا رو اسم حد بزن آقا تو من میرتی میخونی شاهنامه میخونی با کسی 400 صفحه شاهنامه میشین میخونه تو خودت خوندی؟ نه تو خودت خوندی حرف نزنی من بچه بودم میگفتم با من رو ببر مشهد پیت چهر کجا هست شاهنامه میفروشن من برم اونجا میجا داره تو همون کتاب خونه ها بری شاهنامه بری فروش هست مثلا برم سر اونجا شاهنامه بگیرم خل بده خواست بری عدس خود فردوس شاهنامه بگیرم داستانش این بوده که بیژن پهلوان جوان ایرانی به فرمان کیخسرو در پی ماموریتی به ارمان مرز ایران و توران میره. در بازگشت گرگین راهنمای بیژن اون را به مجلس منیژه دختر افراسیاب پادشاه توران میبرد. هدف از این دعوت چی بوده؟ درگیر کردن بیژن در ماجرایی که به کشته شدن او به دست افراسیاب بیانجامد. منیژه با دیدن بیژن به شدت به او دل میبندد و او را نزد خود میخواند. اما بیژن مجبوره که به سرزمین خودش برگرده. آره. خب این باعث میشه که منیژه ناراحت بشه که فکر کنه خب من چیکار کنم که بیژن رو پیش خودم نگه دارم. یه داروی خواباوری میریزه و اون رو میبره داخل کاخ خودش. دربان کاخ که از حضور مرد بیگانه متعجب شده بود و خبر به خبر میده و میان بیژن رو دستگیر میکنن. در آغاز افراسیاب میگه چیکار کنم یه بیژن رو بکشینش ولی به پیشنهاد وزیرش اون رو در چای زندانی میکنه. دیگه حالا بعد رستم میاد و از توی جام جهان نما نگاه میکنه میگه ای جام جهان نما مثلا بیژن کجاست؟ جام جهان نما من بهش میگه که آقا بیژن کجاست؟ لوکیشن یا جی پی اس بسته بود جی پی اس داشتن اون موقع میگن اینجا و رستم میره آره داشت میده و بعد منطقی میره خیلی منطقی خیلی منطقی داستانه همشون منطقی خب یکی پسر رو به فرزندخوندگی گرفته این همون یوزاسیف ایرانی بچه یکی پسر رو به فرزندخوندگی گرفته بوده ولی زن اون مرد عاشق پسره میشه ولی چون پسر ازش دوری میکرده مثل یوسف خودمون چون جای مادرش بوده خیر سرش وقتی میاد باز مخشو بزنه پسر قبول نمیکنه و لباس خودشو دختره پاره میکنه زنه پاره میکنه جیب میزنه که یوسف ایرانی بوده که این پسر این کار که کشورش میرسه. خب زیبا و نگاه شهره و شادمان سودابه و سیاوش سلامان و آبسالان اما کجا رو اس بگم کی بود زیبا و نگاه شورو و شادمان سیپا و نگاه گزینه دو شورو و شادمان چه بدونم هر چه شورو نمیدونم گفتم لابد همین شورو و شادمان برو ببینیم چی نه داستانش بوده که کیکاووس بین سیاوش رو به فرزند خوندگی قبول میکنه. سودابه همزن کیکاووس بوده. بلکه این بزرگی که این عاشقش میشه من نمیدونم این شاهنامه کلا داستانی عراجیف توش نوشته. من اساسا داستانش واقعی بوده. همه هم میگن که داستانش بر اساس واقعیت بوده ولی الکی توش افسانه. خب یوزارسیف هم همین بود. حالا اصلا من همون رو قبول ندارم اصلا نه جایی تو قرآن نوشه نه تا حالا تو مصر هیچ روی هیچ کتیبه قرآن نوشتته حالا قرآن هیچی
تو مصر رو هیچ کتیبه هیچ اسمی از میدونی چی بوده گفتن هیچ اسمی از یوسف یا یوزارسیف نبردن، چون که اگرم بدونید عزیز مصر بوده، معمولا اسم تمام عزیز مصر رو روی یه جای مینوشتن. میگن یه کتاب خیلی کوتاهی راجبش بوده که یه مختصر چیز یه مختصر اشاره راجبش برای اون موقع مثلا اگه یه آینی مثلا برخلافش، چون بعد از اینکه یوسف رفت دوباره همه مردم بت پرست شدن که بعد حضرت موسی دوباره اومد و ما رو هدایتشون بکنه. بعد میگه که اون زمان چیز میکنن همه این آثار و شواهد رو از بین برده بودن، یعنی کلا همه چیز سوزونده بودن، هر اطلاعاتی را که بوده سوزونده بودن. آره نه حالا اینجوری بوده، ولی خب به خاطر دقیقاً سر به خاطر همین یوسف بوده که حالا قوم یهود مهاجرت میکنن به مصر و داستان بعدش احتمالاً این چیزی بوده. بریم بعدی. حالا ای همین ها سوزونده، حالا داستان خود یوسف رو به این دقت و به این دیتیل از کجا آوردن؟ سوال خوبی بود که من جواب براش ندارم. دوباره یه چیز چرت پرت دیگه. آخ یه خیلی خیلی منطقه. تو کدومش دال منطقه بوده که دومش بوده؟ واقعا هیچ کدومش. خب یکی از دختره تعریف میکنه. خب یه عاشق دختره میشه. ها؟ مثلا من الان پیش توی از یه دختری تعریف نه تو عاشقش میشه ندیده. ها خب و دخترم بایده نقاشی به سر عاشقش میشه. منطقه آره. این منطقه تر از بقیه شون بود. لیلی و مجموع، خسرو و شیرین، زال و رودابه، زهره و منوچهر. زهره و منوچهر نیست؟ زهره و منوچهر؟ آه چرا؟ چرا اسم منوچهر را نقاشن؟ خب باید اولا اینکه اشتباه بود، خسرو و شیرین بود. حالا ماجرای خسرو و شیرین که اصلا زبون زده همه است تقریبا. چه من نشده داستانش این بوده که میدونی چی بوده؟ همین بوده که آقا عکسشو نشونه عکس یعنی تعریف میکنه شاپور از شیرین، تعریف میکنه پیش خسرو، خسرو عاشقش میشه، عکس اونو هم پیش اون میفرسته و اینم عاشقش میشه. بعد اینا مثلا در عشق همدیگه بودن ولی هنوز همدیگه رو ندیده بودن. حالا خلاصه اتفاقی همدیگه رو میبینن و این داستان، همون موقعی که اینا همدیگه رو میبینن یه جنگی میشه که بعد فکر کنم با رومی همچین جایی بجنگه. بعد اون کسی که بهش سپاه میده، به خسرو سپاه میده که بره بجنگه، گفته آقا دختر منو الان به عقد در بیاری مریم، با اون ازدواج میکنه و میره خلاصه به جنگ و اینا. شیرین هم که مثلا بوده با یه پسری به اسم فرهاد، فرهاد عاشقش میشه و باهاش میجنگه، یعنی عاشق میشه باهاش میجنگه. فرهاد اصلا جدا میکنه و این فرهاد فرهاد عاشقش میشه و باهاش ازدواج میکنه. بعدن چی میشه؟ بعدن خسرو میفهمه که آقا شیرینش رو یه نفر دیگه داره باهاش ازدواج کنه. خواهش پررو بوده، تو خود رفتی مثلا درصد تو خود رفتی زن هستی بعد دنبال یه دختر دیگه هست پسر. آقا گفتی میره پیش فرهاد میگه که آقا مثلا به تو این مقدار پول میدم و این داستانا دفعه سر این دختر بر. میگه نه. میگه خب باشه، این یه کوهی رو اینجا هست، این کوه رو تو بکن. فرهاد کوکن. فرهاد کوکن. آقا این کوه رو تو بکن، اگر تونستی بکنی من از قید شیرین یعنی دیگه کاری بکارش ندارم. خلاصه که نمیدونم چی تو میشه که تو میشه فرهاد میمیره. فرهاد میمیره. او کسی هم بود که زن داده بود به خسرو، اونم اون مرده هم میمیره، اما زنه نمیذاره که این دوتا به هم دیگه برسن. خب خلاصه اتفاقات زیادی میمیره، بعد زنه میمیره، بعد در نهایت خسرو شیری به هم دیگه ازدواج میکنه. چه فیلم هندی بود، جی ام تی وی بود. الان من نفهم کی عاشق بود کی عاشق نبود. شیرین عاشق نبود، بود عاشق خسرو خود همینه دیگه. داستانه اراجی با چی داری برای من میگی؟ وقتی با یه عکس عاشق میشی همینه وضعیت. برو بعدی. تو مکتب خونه با هم آشنا شدن. مثل دانش که موقع ما بوده. خب. بابای دختره پولدار بوده و حاضر نبوده دخترشو به این پسره بده. وقتی مردن به هم رسیدن این اراجیف نبوده، این خداوکیلی چیز قشنگی بود. وقتی مردن به هم رسیدن یعنی این مرد. حالا ببینیم داستانشو. ویس و رامین، سلیم و میترا، لیلی و مجنون، بهرام و آزاده. لیلی مجنون کجا دیگه باشت همه میدونن که بواش نمیذاره بهش برسن. من نمیدونستم بعد خونده بودم اش. نه لیلی مجنون نداشتم به هم دیگه برسن و لیلی میمیره و مجنون اینقدر. من نمیفهم چجوری وقت مردم هم مثل میمیره، لیلی میمیره، مجنون اینقدر بالای قبرش گریه میکنه که اونم میمیره. واقعا چی رسیدم؟ حالا دیگه وقتی میبینم تو دهان توی دنیای دیگه بهم میرسه. اون با جمع کس بوده؟ بعدی دختر کنیز بوده. خب پسره واسه جلب توجه دختر یه کارایی میکنه. بعد وقتی اصلا کارایش همچنان با به دل دختره که نبوده، دختر باش دعوا میکنه، پسر میکشتش. چطور شد؟ خوشش نیمه شد کشتش.
سلامان و آبسالان، آزاده و بهرامگور، زال و رودابه، شورو و شادمان. شورو و شادمان گیر داری به شورو و شادمان. یکیش یکی شورو و شادمانه دیگه بچه، حالا اینقدر میاد یکیش در داستانش اینجوری بوده که نه کی بود؟ آزاده و بهرامگور بوده. بهرامگور یه پادشاهی بوده، این آزاده هم روزی که از کنیزاش بود، زناش بود و این داستان ها. و بعد اینا میرن با هم دیگه شکار، میرن با هم دیگه شکار. بعد مثلا میخواد بهرامگور مثلا میخواد نشون بده که آقا من چقدر شکارم خوب، من چقدر بلدم، من چقدر قویم، میاد خرگوش میزنه. خب بعد همین آزاده میگه آقا حالا خرگوش زدن که کاری نداشت، کت کلوفتر یه اسبیه شطوری، حالا گو حالا گوش گو آقا خرگوش که کاری نداشت، اگه راست میگی گوش خرگوش رو بزن. بهرامگور گوش خرگوش رو هم میزنه و واسه اینکه نشون بده که آقا من خیلی حرفه‌ای هستم، میاد گوش چند تا خرگوش، یعنی از این گوش میکنه، از این گوش در میاره، به هم دیگه میدوزه، به هم دیگه میدوزه، این تیر رو میزنه، از این جارش در میاره، از این من میدن، از این من میدن، از این من در میاره. ای تو فیلم های تخیلی هم قفل همچه آپشنی. خب بذار اینا چی بود رو واقعا بریا. نه نه گوشو به همین میزه، پا رو گوشو سر رو به همین میزه. خب خلاصه ما این بوده. هم خلاصه بابا آزاد میگه بابا چته اصلا این کار افتخار نداره که اینو میگه، این ناراحت میشه و تیر نمیزنه صورت، نه تیر نمیزنه به صورت، چیکارش میکنه که میکشته، از پشت شطورش آزاد رو این دوزه زده و لگد بهش میکنه و بعد که میکنه میگه من چه گویی خوردم، من منطقی، خیلی داستان ها منطقی، همه شون کلا از سری داستانی منطقیه، از سری داستان من چالش زیادی براتون قرار بده. هیچ کدوم جواب ندادی فوریه، اصلا یه دو سه تاش جواب دادی که خیلی لطف کردی، خیلی زحمت کشیدی. اما اصلا خب چی چارت اسم آوردی می کدوم داستانه؟ انگار من رفتم کل تاریخ کتابای داستانا رو خوندم، الان میخوام ازم امتحان بگیرم چهار گزینه جواب گزینه چی میگه این سوال؟ چه داستان های ولی منطقی؟ نه از این داستان ها هست که جوخالی داره ها. داستان ها شد اما شالا یکی پس از یکی پس از دیگری منطقی عراجیفتر منطقی منطقی تر اصلا شیرت پیرد. حالا بازم براتون همچه چالش هایی میزنیم بشد، اگه ایده داری تو کامنت ها بیان بهمون بگید که باز بویه رو خیلی حالم خوبه. چرا؟ این چالش رو تو باختی. آمی اصلا عراق یه پروفسور سمینی هم یه وردی نمیتونست اینا رو حدس بزنی. آقا لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره.